آغاز سخن یاد خدا باید کرد، جان را به امید او رها باید کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مدعوین محترم، تمام بچه های کنکوری 1401 سلام. امیدوارم حال دلتون خوب باشه هر جا که هستید. بچه ها، من فؤاد خدنگ هستم، مشاور و برنامه‌ریز تحصیلی. قرار یک سال تحصیلی با هم دیگه کار کنیم، یا وقتی بچه سال 11 باشه و 1402 باشه شاید دو سال باش کار داشته باشیم. و ما قراره که توی این برنامه، توی این کلاس هامون، سلام بچه ها، سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. قراره که ما توی این کلاس مشاورمون آیتم‌های خیلی مختلفی داشته باشیم، در کلاس گروهیمون و در جلسات فردیمون هم که مشاورای فردیمون رو خواهیم داشت و برنامه‌ریزی فردیمون رو خواهیم داشت و عرض به خدمتتون آزمون‌های آنلاینمون رو خواهیم داشت و هر چیزی که لازم داشته باشه یه دانش آموز برای موفقیتش توی کنکور 1401 رو اینجا در اختیارتون قرار خواهم داد. و اما امروز چیکار می‌خوایم بکنیم بچه‌ها؟ امروز می‌خوایم راجع به یه مسئله بسیار بسیار مهم صحبت کنیم. بحث اصلی ما برمیگرده به چی؟ به بحث استرسی که شماها دارید. یه بحثی که خیلی از بچه‌ها سوال از من میپرسن که آقای خلنگ، من یه نکته رو من بگم بهتون، من این استرس منو گرفته که اگر که اون نتیجه‌ای که بخونم بعد اون نتیجه‌ای که بخوام نشه چی کار باید بکنم؟ اگر من خوندم، بچهای دیگه هم خوندن، بچه‌ها نتیجه گرفتن، من نتونستم نتیجه بگیرم چی میشه؟ اگر من نرسیدم همه کتابا رو تموم کنم چی کار باید بکنم؟ اگر که من به تستش نرسیدم ولی فقط مفاهیم رو تونستم بخونم چی کار باید بکنم؟ اینا همش استرساییه که تو این روزا درگیرش خواهیم بود و متاسفانه ذهن بچه‌ها رو مشغول کرده. از کدوم استاد استفاده کنم؟ بحث‌های حاشیه‌ای، فلانی رفته پیش فلانی، فلانی از فلان بانک تست استفاده کرده، من نمی‌دونم چیکار بکنم. این استرس، آقای خیر یه کاری بکن. بچه‌ها، نه قرص داره، نه تزریقیه، هیچ کاریش نمیشه کرد، نیاز به زمان داره. بحث اصلی، اگر استرس داری حق داری که استرس داشته باشی، این یه ذرهش بهت کمک میکنه، چون هیجان رسیدن شما رو به سمت موفقیت، هیجان شما رو برای رسیدن شما به اون چیزی که میخوای افزایش میده. ولی بیش از حدش که بخواد خیر تو رو بگیره و نذاره اون چیزی که دلت میخواد و حقت بشی، دیگه بده، کشنده است، خوب نیست. ولی اون استرس شاید گاهی اوقات مغلطه میکنیم، شاید گاهی اوقات زیادی داریم راجع به بزرگش داریم میکنیم. ببینید بچه ها، بحث اصلی ما سر این قضیه است که هولوش 1,000,000 نفر، 1,200,000 نفر، اگر همه رشته ها در نظر بگیم 1,300,000 نفر، 1,400,000 نفر میخوان توی این کنکور شرکت کنن و تو باید جزء مثلا 5000 نفر اول، 7000 نفر اول یا 10000 نفر اول باشی، یا توی بعضی رشته ها مثل زبان خارجه یا مثل هنر شما باید جزء رشته هایی باشی که جزء رتبه هایی باشی که زیر 100 از زیر 200 از زیر 300 ان تا بتونی اون دانشگاه خوب رو قبول بشی. انواع دانشگاهامون چی ان؟ توی این استرس من اول یه نکته رو این وسط بهت بگم. میگیم اگر همه آبهای دنیا جمع بشن تا بخوان توی یه کشتی نفوذ کنن، اگر روزنه‌ای در درون اون کشتی پیدا نکنن، تحت هیچ عنوانی نمیتونن وارد بشن. اون آبهای اقیانوس، آبهای دریا وارد اون کشتی نمیتونن بشن. پس ذهن شما مثل همون کشتی میمونه. انرژیای منفی تو بریز دور و با انرژی مثبت، با حال خوب برای آینده خودت، برای بزرگترین آزمون زندگی یا یکی از بزرگترین آزمونهای زندگی یا مهمترین آزمون زندگی، تمام انرژی تو بیار وسط. ولی انرژی خوب، انرژی که از الان خودت رو بازنده نبینی، برو توی زمین و تو آخرش مبارزه کن. انشالله که به امید خدا، با توکل به خدا، انشالله اون نتیجهی که لایقش هستی رو به دست میاری. خیلی از بچه ها دو ساله درس خوندن، خیلی از سال دهم شروع کردن درس خوندن، خیلی تو سال دوازدهمشون دارن درس میخونن، هیچ اشکالی نداره. مهم اینه که شما 11-12 ماه روتین و استاندارد درستو بخونی با آرامش. کنکور امسال به همه ثابت کرد کسی که آرامش داشته باشه میتونه توی کنکور نتیجه فوق العاده بگیره. چرا؟ درس ریاضیاتو سخت داده بودن، درس اول دفترچه بچهای ریاضی و درس اول بعد از زمین شناسی، البته درس اول بچهای رشته تجربی که بعدش میشد زیست و فیزیک و شیمی، اگر کسی نمیتونست خودشو مدیریت کنه، آرامشو چه حفظ کنه، قطعا نتایج بعدیش هم، درسای بعدی هم خراب میکرد. آرامش، مدیریت زمان، یعنی از اتفاقاتی که در گذشته افتاده درس بگیر، در حال استفاده کن و برای آیندت برنامه‌ریزی کن. این میشه مدیریت زمانی که شما باید داشته باشید. و اما ما یه سری دانشگاه داریم در سطح کشور که این دانشگاه رو با هم دیگه بررسی میکنیم. دانشگاه‌های سراسری که برترین و با کیفیت‌ترین دانشگاه‌های
هستن که ما داریمشون. ببینید بچه‌ها، دانشگاه‌های سراسری روزانه دانشگاهی هستن که خب شما اگه بخوای پزشکی و دارو و دندان قبول شی، بخوای دانشگاه پلی تکنیک و شریف و نمیدونم امیر هم پلی تکنیک امیر کبیر، علم و صنعت و خواجه نصیر و دانشگاه صنعتی اصفهان و صنعتی شیراز اینا رو بخوای قبول شی، یا در رشته هنر اگر بخوای شرکت بکنی و دانشگاه هنر دانشگاه تهران قبول بشی و رشته‌های اصلیشون رو دیگه پزشکی دارو دندان یا پیراپزشکی‌های خوب، گفتار درمانی، کار درمانی، بینایی سنجی، فیزیوتراپی، اتاق عمل، هوشبری، یا توی رشته ریاضیات 5 تای اول مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران و مهندسی معماری، معماری و مکانیک و صنایع و عمران و آی تی، اگر که بخوایم اینا رو قبول بشیم، یا اگر بخوایم حقوق روانشناسی دانشگاه فرنگیان بچه‌های انسانی رو قبول بشیم، یا اگر بخوایم در رشته هنر گرافیک قبول شیم، طراحی صنعتی قبول شیم، همه اینا رو اگر بخوایم قبول بشیم، ما باید در دانشگاه‌های سراسری روزانه قبول بشیم که با کیفیت ترین هم پس فردا اگر خواستی اپلای بکنی خارج از کشور بری، این دانشگاه مدرکشون از همه براتون معتبرترن. و مرحله بعدش دانشگاه‌های شبانه که هیچ تفاوت زیادی با دانشگاه روزانه سراسری ندارن، فقط خوابگاه بهشون تعلق نمیگیره و چیزای اینچنینی. بعدش میشه دانشگاه‌های آزاد و دانشگاه‌های غیر انتفاعی که باز لولشون بد نیست، لولشون خوبه و قابلیت اینو داره که بخوایم روشون کار بکنیم. بعدش میشه دانشگاه‌هایی که مثل دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه پیام نور، حالا دانشگاه آزاد، دانشگاه غیر انتفاعی، یه مبلغی ازتون دریافت میکنن ولی کیفیت اساتید و دانشگاه و امکانات دانشگاه هاشون خوبه، مثل دانشگاه علوم تحقیقات تهران مرکز، دانشگاه باراجین قزوین، این دانشگاه اینجوری کیفیت خوبی دارن کلان شهرها. ولی زمانی که شما میرید دانشگاه پیام نور، میگیم دانشگاه پیام نور دانشگاهیه که از طریق نور پیام به شما انتقال داده میشه، یعنی مکاتبه ایه، خیلی کیفیت خاصی نداره. یا دانشگاه علمی کاربردی که از نظر من نه علم داره نه کاربرد، یا حالا اسمش گوشه علمی کاربردی، بیشتر برای ارتقاء سطح مدرک مثلا حالا یه سری پرسنل اداری و دولتی و این چیزا هستن، خوبه بد نیست، ولی ما برای اینا نمی جنگیم. ما اومدیم وسط تمام انرژیمون رو بذاریم که بریم تو اون روزانهه، بریم تو اون پزشکیه، بریم تو اون دندونپزشکیه، بریم تو اون مهندسی دانشگاه شریفه، بریم تو اون دانشگاه تهرانه. اومدیم اینجا که تلاش کنیم از کلاس‌های مختلف استفاده کنیم تا ان شاءالله به امید خدا اونی که می‌خوایم رو به دست بیاریم. خب این هم از کیفیت دانشگاهامون. بچه‌ها بحث اصلی رو هر کی میاد شروع میکنه صحبت کردن، آی کارنامه امسال اینجوری بود، تدای تست ادبیات اینجوری بود، معارف اونجوری بود، من کاری ندارم، بذارید اصولی و روانشناسانه بریم جلو، بذارید بفهمید که اگر انگیزه نداشته باشی، هدف نداشته باشی، چه بلایی سر در میاد. خیلی خب، میریم تو مرحله اول. تو مرحله اولمون صحبت میکنیم در رابطه با دو تا سوال. میگیم اگر جهت حرکت درست نباشه، مهم نیست که با چه سرعتی داری حرکت میکنی. میدونی میخوام چی بهت بگم؟ میخوام بهت بگم که مثلا من میخوام از تهران برم قزوین، بعد میندازم تو جاده قم با 300 کیلومتر در ساعت میرم تو جاده قم، من هیچ وقت به اون جای اون قزوینی که میخواستم برسم نخواهم رسید. چرا؟ به خاطر اینکه مسیرمو اشتباه انتخاب کردم. دانش آموز میاد پیش من سوال میپرسه، آقای خدنگ من نمیدونم چرا جدیدن هرچی بیشتر میخونم کمتر نتیجه میگیرم. بعد من سوالم بهش چیه؟ عزیز دل من، زمانی که شما داری 12 ساعت میخونی، 14 ساعت میخونی، 8 ساعت میخونی، 10 ساعت میخونی، زمانی که مسیرتو درست انتخاب نمیکنی، جزوهتو درست انتخاب نمیکنی، دبیرتو درست انتخاب نمیکنی، برنامه ریزی درستی نداری، فکرت و تمرکزت درست نیست و هدفی نداری که چی کار داری میکنی، قطعا دچار مشکل خواهی شد. پس اولین کاری که باید بکنی اینه که تمرکزتو روی اون چیزی که میخوای بذار و مسیرت رو درست انتخاب کن، نه اینکه هر کی هر کاری کرد تو هم همون کارو بکنی. فکر کن به میزان چیزی که هستی، سطحی که داری، انتخابت رو درست انجام بده. خیلی خب، میریم سراغ بعدی. میگیم که دو تا سوال داریم بچه‌ها اینجا. سوال اولمون میگه آیا با افزایش ظرفیت‌ها در چند سال اخیر همه قبول میشن؟ سوال دوم، کنکور سراسری چیست؟ کنکور سراسری چیست؟ آقا میگیم کنکور سراسری رقابتی است بین 1,300,000-1,400,000 نفر برای نشستن در صندلی هایی که تعدادشون 1,500,000 تاست. یعنی تعداد صندلی ها از تعداد دانشجوها یا داوطلبا یا کنکوریا بیشتره؟ بله بیشتره، ولی طبق صحبتی که با هم دیگه کردیم قرار نیست که ما بریم تو اون نمیدونم دانشگاه های علمی کاربردی و پیام نور قرار بگیریم. ما برنامه‌ریزیمون برای اینه که حالا بیایم سراغ سال اولی، آیا با افزایش ظرفیت‌ها در چند سال اخیر همه قبول می‌شوند؟ خیر، اینو جوابش تو باید به من بدی. میدونی چرا؟ میدونی چرا؟ به خاطر اینکه زمانی که این اتفاق میفته
ما میگیم که خب قبولی های پزشکی و دارو دندان ظرفیت کل کشورش رتبه کشوری نه سهمیه در منطقه و اینا 10,000 تاست. پس بیشتر از این اتفاق نمیفته. تازه داشتیم دانشگاه ایران مثلا رشته پزشکی یا مثلا حالا راجع به این بگم بهتون، رشته پزشکی دانشگاه ایران مثلا تو یه سالی تا رتبه 1100 گرفته، بعد اومده تو سال بعدش تا رتبه 567 هم قبول نشده. پس بعضی وقتا ظرفیت ها تغییر خواهد کرد و این امکان داره یکم بیشتر و یکم کمتر هم حتی بشود. پس اگر ظرفیت ها اضافه بشه شاید به دانشگاه های نمیدونم علمی کاربردی پیام نور رشته های مختلف، ولی رشته های اصلی و تاپ های هر کدوم از گروه های آزمایشی امکان داره حتی افت هم داشته باشه. اینو نگفتم استرس بگیری یا اینو گفتم جدیت تو از روز اول بیشتر بکنی، با قدرت و با تمرکز بیای بالا، نه اینکه الان تابستون شلکس کنیم. شلکس یعنی چی؟ یعنی شل و ریلکس. بعد حواسمون رو جمع کنیم، با جدیت از روز اول بریم جلو تا بدونیم خلاصه مطلب برای اینکه بخوایم یه نتیجه خوب بگیریم. شاید اگر ظرفیت رو تغییر کرد اتفاقاتی هم برای ماها بیفته. پس ما باید یه رتبه فوق‌العاده بیاریم که اون رشته‌ای که می‌خوایم رو شرکت بکنیم. وقتمون کمه، بریم جلو. خب میریم راجع به اصول رقابت. آقا من راجع به این اصول رقابتی یه چیزی بهت بگم. اصول رقابت کلن میخواد راجع به چی صحبت کنه؟ آقا من یه سوال ازتون بپرسم. من اون دوستم الان از پارسال شروع کرده، من خیلی ازش عقبتر. آقا خرک من یه سوال بپرسم، بگو. من این میدونی چیه من مشکلم؟ مشکلم من دارم دیر شروع میکنم. من کتابامو نرسیدم، من پارسالمو خوب درسمو جمع نکردم، من یه ذره مشکل دارم. آقا همش داریم به این و اون نگاه میکنیم. اصل رقابت یه جمله است، یه تیتره. میگه چی؟ میگه داوطلب کنکور 1401 2 3 هر چی. اول از همه خودت باید با خودت رقابت کنی ولا غیر. تو کاری نداشته باش کی داره چی کار میکنه. تو نگاه کن خودت نسبت به روز گذشته خودت پیشرفت کردی یا نه. اگر بله پس مسیری که داری میری درسته، دمت گرم. اگر نه حواست به این و اونه، سری جمع شو تمرکزتو بیا روی زندگی خودت، روی در واقع کاری که داری انجام میدی. یه چیزی از میخواستم آخرش بگم، الان میگم شاید آخرش وقت نشه. میگن یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی ای کسانی که ایمان آوردید خود را دریابید. یعنی چی؟ چی کار داری بقیه چی کار دارن میکنن؟ کلید طلایی زندگی تو در خانه توست. رفتی تو خیابون دنبال چی داری میگردی؟ اگر مشکلی داری، ضعفی داری، هر نقصی داری، میتونی اینجا برطرفش کنی. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، اگر اشتباه نکنم 105 سوره مائده. خب میاد چی کار میکنه؟ پس اولین کاری تو اصل رقابت، رقابت در مرحله اول با خودته و بعد میتونی با دیگران هم رقابت داشته باشی برای اول شدن و بهترین شدن. بریم سراغ بعدی. خب من اینو کاملش میکنم، بعدا راجبش توضیح میدم. ببینید بچه ها، ما یه ارکان موفقیتمون یه ساختاری داره. توی این ساختاره وقتی میخوایم صحبت کنیم، اولین چیزی که هر کس باید داشته باشه هدفه که باید توی زندگیش داشته باشه. اگر تو هدفی نداشته باشی مشخص نمی‌کنه کجا می‌خوای بری، چیکار می‌خوای بکنی، اصلا برای چی داری درس. آقا من اگر هدف نداشتم که با شما امروز کلاس داشته باشم، خب می‌نشستم توی خونم تخممو می‌خوردم. شماها اگر هدف نداشتید برای آینده تو 4 تا مطلب جدید یاد بگیرید، بخواید برنامه‌ریزی داشته باشید، خب اصلا برای چی اینجای ما هممون داره هم دیگه. هدف اول. بعد وقتا با بچه ها صحبت میکنم میگم خیلی خوب جلسه اول، سلام عزیزم، حال چطوره، خوبی؟ خب الان که دورهای کرونایی شده، متاسفانه مجبوریم به صورت مجازی انرژی های مثبت از هم دیگه بگیریم، من از شما و حالا امیدوارم که شما از من اون انرژی مثبت رو بگیرید. ولی زمانی که کلاس ها حضوری بود بهش میگفتم خب بگو ببینم قلمراد شما هدف چیه؟ میگه هدف من اینه که نمیدونم هدفم چیه. زهر مار، وقتی تو راجع به هدفت اینجوری صحبت میکنی، من دیگه اصلا باید قلف بزنم رو زمین. محکم باید باشید. هدف چیه پزشکی؟ هدف چیه حقوق؟ هدف چیه فلان چیز؟ هر چی فرق، هدفت اگر مشخص نباشه مسیرت مسیر ناقصی خواهد شد. گام دوم، انگیزه. بچه تو چت به من بگید هدفاتون چیه لطفاً. همین الان سریع برای من تایپ کنید اهدافتون چیاست، هدفاتون چیاست، دوست دارید چیکاره بشید، دوست دارید تو این محیط اجتماعی پس فردا تو زندگیتون تو سن 22 سالگی، 24 سالگی، 26 سالگی دوست دارید چیکار بکنید توی زندگیتون. اینو به من بگید اهدافتون چیه، پزشکی، دارو، دندان، هر چی که هست به من اعلام بکنید. بعد بیایم توی گام دوم، اینو بگید که من ببینم اینجا
مرحله دوم بحث انگیزمونه. خب الان ما میایم توی بحث انگیزمون، میگیم خیلی خب بر اساس الان هدف داشتیم، انگیزه چیه؟ انگیزه هدف، انگیزه اعتماد به نفس، انگیزه در واقع حرکتی است که ما به سمت، در واقع نیروی محرکه است که ما به سمت جلو انجام میدیم. انگیزه نیروی محرکه است که به هدف ما برمیگرده و بعد به اعتماد به نفس ما. استاد دانشگاه زیست شناسی پزشکی دانشگاه اصفهان، زبان ادبیات انگلیسی، مرسی ترانه، فاطمه پزشکی، سارا پزشک، حالا فرقی نمیکنه، علاقش براش مهمه، میترا پزشکی اصفهان، زهرا سلام، زهرا سلام، اس پزشکی، الناس پزشکی دانشگاه تهران، نسیم پزشکی دانشگاه، بابا دمتون گرم، اینجا ساختمون پزشکان ما خبر نداشتیم، دمتون گرم. خب بچه‌ها بیایم جلو، بریم سراغ آیتم‌های بعدی. انگیزه میگیم چیه؟ انگیزه رو میگیم که خب عامل محرکی برای رسیدن به موفقیتمون. من اگر انگیزه نداشته باشم حس و حال درس خوندن رو ندارم. فردوسی مشهد مهندسی پزشکی، دمت گرم. محمد ایدوزهی از ایران شهر داره میادا یا از سراوانه نمیدونم، زاهدانیه، پزشکی دانشگاه کاشان، پزشکی روانشناسی، بابا دمتون گرم، دمتون گرم، خیلی 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 عالی، دمتون گرم. آیدا پزشکی دانشگاه تهران، ان شاءالله به حق پنجتن به اون چیزی که میخواید برسید. خب میریم سراغ اعتماد به نفس. آقا من اگه هدف داشته باشم که همه تو دارید و بعد انگیزه هم داشته باشم که ماده در واقع انرژی محرک منه، اعتماد به نفس میگیرم، میگم حالا من اومدم برای جنگیدن، اومدم برای رقابت کردن. بعد میام تو مرحله بعدی میگم خیلی خوب، حالا هدف انگیزه اعتماد به نفسم اوکی شد، حالا میرم سراغ شناخت از خود. پس من الان خودم رو شناختم، حالا من خودم رو شناختم، بعد میرم سراغ، وقتی خودتو میشناسی پذیرش داری، خودتو باور میکنی، بعد میری سراغ ابراز وجود کردن. بگو ببینم اینو کی بلده؟ من بلدم. ببینم وقتی تو خیابون یکی اتفاقی براش میفته، اجازه بدید من این کارو انجام بدم، حالا ابراز وجود میکنی، بعد از ابراز وجود شروع میکنی به شکوفایی توانایی ها. مرسی خانوم سنا خانوم فیزیوتراپی، غزل خانوم دارو اصفهان، خانوم ام البنین داروسازی پزشکی دندان، باه بابا چه خبره، دمتون گرم. خب بعد میریم سراغ شکوفا شدن توانایی ها، حالا شکوفا میکنیم توانایی هامون رو، بیا بالا. بعد میگه افزایش اعتماد به نفس، حالا دیگه اعتماد به نفس هم افزایش پیدا کرده، کی میخواد جلو منو بگیره که من به اون چیزی که میخوام نرسم؟ من میخوام حق خودم رو از این کنکوره بگیرم. بچه ها حق گرفتنیه، حق دادنی نیست، حق گرفتنیه. و شما با کاری که روی ذهن خودت میکنی به یک ذهن آگاهی اصطلاحاً میرسی که میشه اون نتیجهی که میخوای به دست بیاری. خیلی خوب بکنیم رو دوستان، بریم بعدی. حالا بچه سه تا آیتم میخوایم که به اون چیزی که میخواید برسید، سه تا آیتم. بریم سراغ آیتم اولمون. ببینید بچه‌ها، ما برای اینکه بخوایم تو کنکورمون موفق بشیم نیاز به دبیر حرفه‌ای داریم، نیاز به مشاور داریم حرفه‌ایش، نه پشتیبان رتبه فلان نمیدونم از این داستانا، یا الان فضای بیزینسی اینستاگرام که ماشاءالله، یعنی اصلا من خودم بعضیشون انقدر جذابم میرم اصلا ثبت نام میکنم، ولی اینا در آینده یه جلسه برامون جذابم، ما بقیش من صحبتی ندارم. آزمونای حرفه‌ای بریم سراغش رو توضیح بدم. اولی میگه دبیر حرفه‌ایمون چی میگه؟ بچه‌ها من پرش کنم بس شروع کنم توضیح دادن. خواهش میکنم یه جایی از اینا اسکرین بگیرید، اینا رو داشته باشید بچه‌ها. اولی عدم چنگانگی در آموزش. آقا دبیر حرفه‌ای اول از همه عدم چنگانگی در آموزش. ببینید بچه‌ها من دارم سال 18 سال دارم کار مشاوره برنامه‌ریزی میکنم، 18 سال کار مشاوره بر. همه جای ایران من مشاوره دادم، 11 سال سیستان بلوچستان، زابل، زاهدان، سراوان، خاش، ایران شهر، اینا رو بودم، کرمان، شیراز، اهواز، آبادان، دسفول، همه جا رفتم، از سال 86 85 86 همینجور تو شهرهای مختلفن گشتم. ولی یه نکته ای بوده، هیچ وقت هماهنگی بین مدرسه و کلاس آموزشگاه، یعنی اون دبیر حرفه‌ایه که میاد باهات کنکوری کار میکنه یه مدله، بعد اون دبیری هم که داره تو مدرسه کار میکنه به خاطر اینکه بچه‌ش توی آموزشگاه یا مثلا از دبیر دیگه استفاده نکنه یه چیز شرمشوروایی میگه، اصلا ما نمیدونیم چیکار باید بکنیم. طرف اومده، همین چند روز پیش من یه شهری بودم، اسم نمیارم، خودشون میدونن، من رفتم اونجا دانش آموز، میگه معلمامونو به مدیرمون، به معلمامون گفته، اومدن سر کلاس گفته
تو دو هفته ما دهمو جمع میکنیم، تو دو هفته یازدهمو جمع میکنیم، بعد تمرکزمون رو میذاریم رو دوازدهم. ای مگه داریم؟ جلوتر بهتون میگم دمگه نداریم، اینو نداریم آقا، اصلا امکان پذیر نیست. خب دم بچه های دستپول گرم. خب بریم بعدی. میگه چی؟ میگه پس عدم چنگانگی بچه ها با یه دبیر برید جلو. ای فلانی گفت فلان دبیر، فلانی گفت فلان دبیر، اصلا اینا رو بذار کنار، یه دبیر انتخاب کن، حتی اگر سطح کیفیتش 70% باشه، 60% باشه، بهش ایمان داشته باش، تا ته خط باهاش برو جلو. میری سراغ بعدی، تدریس تستی تشریحی مفهومی. میگه که اگر دبیر دبیر باشه، چه یازدهم چه دوازدهم، بعد مطالب به صورت مفهومی بهت بگه، مطالب به صورت تستی بهت بگه، نکته و تست باهات کار بکنه، رفع اشکال بکنه، رو سرعت عمل و تکنیک تستی کار بکنه، و این میشه پکیجی که یه آدم برای کنکورش نیاز داره. خب بعدی میشه چی؟ تدریس همزمان دوازدهم و پایه. آی دمت گرم. پس ما نمیتونیم اول یه چیزی رو جمع کنیم، دهم جمع کن تو دو هفته، یازدهم جمع کن تو دو هفته، بعد بیا برو دوازدهم جمع کن، حالا دوازدهم نمیشه، اصلا نشده، اصلا نشده. ما باید اینا رو همزمان ببریم جلو. مثلا دهمو شروع کنیم، در کنارش به موازات شروع کنیم، دوازدهم هم ببریم جلو، یا یازدهم شروع کنیم به موازاتش، حالا به تناسب اون چیزی که تو بلدی ما این کار رو انجام میدیم و میریم جلو. پس تدریس همزمان داشته باشد، تشریح کنه، تستو بگه، مفهومو بگه، و حالا تستای ترکیبی و ارتباط دهنده ها و کلید واژه ها و فرمولا و همه رو بهت بگه. پس چی میخوام بگم؟ امسال اگر کسی صرفاً تستی کار کرده بود، اینو به دیدی اینجا بذار، اینو دیدی اونجا بذار، جواب نمیده، جواب نمیده. عدم چنگانگی در آموزش، عدم چنگانگی در آموزش میره کجا؟ اینم که بهت گفتم. حالا بریم سراغ مرحله بعدی، مشاوره حرفه‌ای. خواهش میکنم، مشاوره حرفه‌ای باید چه کار کنه؟ اولا برنامه‌ریزی دقیق بهت بده بر اساس نیازت، که ما این کار رو اینجا انجام خواهیم داد. یعنی چی؟ یعنی در کلاس های فردیمون بعد از اینکه ثبت نام کردید، ایشالله به امید خدا جلسات فردیمون شروع میشه، برنامه ریزی بر اساس کلاس هات، بر اساس آزمون آزمایشی، بر اساس نیاز هات، بر اساس ضعف هات، و بر اساس هر چیزی که هست اونو با هم دیگه صحبت میکنیم، و بعد برنامه فردی نوشته میشه. گام بعدی نظارت کلی رو وضعیتت. منظور چیست؟ منظور اینه که دانش آموز و مشاور. خب ببینم چیکار کردی امروز؟ این هفته درس خوندی؟ نه این هفته نرسیدم درس. خب چرا؟ حال نداشتم. اشکال نداره، ولی دیگه تکرار نشه ها. آقا شما هفت تا یه روز تا دست دادی، این حرفا یعنی چی؟ شما باید وقت و انرژی روش بذاری، و باید قانع کنی شاگردتو که انرژی داشته باشه برای ادامه مسیرش. گام بعدی ایجاد انگیزه و تحلیل عمل کرد. آزمون شرکت می‌کنی، رو آزمونات کار کنیم. اگر که تحلیل بکنیم، ضعفاتو در بیاریم، به شرطی که درس خونده باشی. پس تحلیل تو باید دقیق انجام بدیم، روی ضعفا کار بکنیم، و بعد دوباره تو برنامه‌تون بیاریم. یعنی رفع اشکال، تحلیل آزمون یعنی اشکالیابی، رفع اشکال، اشکالیابی، رفع یعنی هی ایراداتتو در بیارم، بعد شروع کنیم با هم دیگه کار کنیم، برطرفش کنیم، آزمون بگیریم، ایراداتو در بیاریم، برطرف کنیم. اشکالیابی، رفع اشکال. دمتون گرم. خب حالا میریم سراغ آزمون حرفه‌ای. آزمون حرفه‌ای آقا قلمچی بریم، گزینه دو بریم، سنجش بریم، گاج بریم، نمیدونم خدنگچی بریم، قلمچی بریم، چی بریم. ببینید اینو تو ذهن داشته باش، آزمون حرفه‌ای ارزیابی وضعیت علمیت. ما هنوز خیلی وقتا نمیدونیم برای چی سر جلسه آزمون داره، چون همه میرن مثلا فلان آزمون، ما هم میریم فلان آزمون، بعد اصلا براش درس نمیخونیم، بعد ترازمون میاد مثلا 5000، بعد افسردگی میگیریم. ما اولین چیزی که باید یاد بگیم اینه که اصلا به ترازو کاری نداشته باشیم، درصد شماها توی اون آزمون مهمه. حالا ایجاد حس رقابت و شناخت نقاط ضعف و قدرت، که مهمترین بخش کاری که میخوایم توی آزمون انجام بدیم شناخت نقاط ضعف و قدرت ماست. جنگ مگه؟ میخوایم بریم سر جلسه ببینیم این چیزی که خوندیم و بلدیم یا نه؟ افسردگی نداره میاد میشید خونه گریه میکنید؟ باید بشینید فکر کنید، بعد بشینیم با هم آنالیز میکنیم، بررسی میکنیم و میریم جلو. بسیار خوب، بریم بعدی. آها اینجا بود که من میگم بعضیا یه حرفای عجیب غریبی میزنن. داداش گل من، عزیز دل من، شما پایه دهمت مقدار منابعی که در واقع حجم سوالاتی که تو کنکورتون مطرح میشه، حالا یه تلورانس مثلا 2% داریم بین 25 تا 29%، ولی پایه دهم شما تقریبا 27% تو کنکور در واقع سوال داره، حجم سوالات 27%، پایه 11 هم 30%. بعد یارو میگه تو دو هفته
ببخشید اون دوست عزیز میگه تو دو هفته اینو بخون، تو دو هفته این. آقا شما میگی مثلا 57% حجم کنکورشو تو 4 هفته بخونه، بعد تو 10 هفته بشینه 40%شو بخونه، داری مثلا چیزی؟ نه، منظورش این بود که بخون بعد تستاشو بزن. مگه داریم همچی چیزی؟ آروم و پیوسته اینو بعد با هم دیگه برن جلو. حواستو جمع کن. خیلی هم از این فازای مهربونی و من خیلی حواسم بهت هست و تا آقا داره اطلاعاتشو یادت اصول رقابتو چی بهت گفته؟ گفتم با هر سرعتی که بری اگر اشتباه بری فایده نداره، اگه 200 کیلومتر در ساعت، اگر روزی 14 ساعت هم مطالعه کنی، ولی مطالعه اشتباه باشه بی فایده است. پس اینا بعد آروم و پیوسته برن جلو. حالا امکان داره یه دبیری یه فصل دهم بگی یه فصل یازدهم، اشکالی نداره، ولی که میگه تو دو هفته اینو جمع کن بعد بیا برو تستاشو بزن. اصلا تو بعد هیچ چی یادت نمیاد که بخوای بری تستاشو بزن. دوباره بعد دوباره کاری کنی، سه بار کاری کنی که فایده ای ندارد. و این تقسیم بندی که ازش باز یه اسکرین داشته باشی. خب خب حالا آقا یه داستان جالب داریم اینجا، یه بحث روانشناسی داریم. میگه آقا بعضی وقتا با بچه‌ها صحبت می‌کنه، میگه آقا یه خدنگ مغز منو مه گرفته. مغز من اینجا وای میستم کلم از دوربین بیرونه. آه خب من اونجا احساس کردم کلم بیرون. مغز منو میخواستم یه قدم بلند. مغز منو مه گرفته. آخه مغز منو مه گرفته یعنی چی بچه‌ها؟ یه سری علائم هست مثل تمرکز نداشتن، یه سری علائم هست مثل تمرکز نداشتن، مثل فراموشکاری، مثل خستگی‌های مزمن، مثل خیلی اتفاقات دیگه‌ای که دانش آموز میاد پیش من هی این مسئله هات میشه. بعد میاد پیش من میگه که آقای خرنگ ببین یه سری آدم هست تو زندگیشون برنامه خاصی ندارن. اینا برنامه خاصی توی زندگیشون ندارن، چه اتفاقی میفته؟ میگم آقای خرنگ من احساس می‌کنم مغزمو یه خلایی گرفته، مهی مغز منو گرفته. خب طبیعیه، به خاطر اینکه تا الان مخصوصا الان که دوران کرونایی خاک تو سر این کرونا، مخصوصا الان که این دورانه یه مشکلی به وجود اومده که بچه‌ها خیلی خوب مطالب سال قبل دهم یا یازدهمشون رو نخوندن و الان بهشون فشار میاد که بخوان روتین درس بخونن، هفته صبح از خواب بلند شن، طبق یه پارادایم مطالعاتی، زمانبندی مطالعاتی درسشون رو بخونن و دچار مشکل میشن. من میگم چی؟ میام یه پله جلوتر، میگم آقا مغزتو مه گرفته، براش راهکار داریم. حالا چیکار کنیم یا چی باعثش میشه؟ ببینید بچه ها 5 تا عامل داره که باعث میشه که این اتفاق براتون بیفته. ببینید 5 تا عاملش رو من سریع میگم، بعد دونه دونه تشریحش میکنیم، بعد براش یعنی برطرفش میکنیم. بیخوابی، تغذیه نامناسب، استرس، اختلالات هورمونی و کم تحرکی. این 5 تا عامل اون عواملی هن که باعث میشه مغز تو رو مه بگیره، نه تو، هر آدم دیگه رو توی زندگیش. وقتی فعالیتی نداشته باشیم این اتفاق میفته. بیایم بریم جلو. میگم که حالا باید چیکار کنیم آقا، چیکار کنیم؟ اولی شروع کنیم بریم جلو. میگه بیخوابی، راه حل بیخوابی. بچه ها سلام گره، ما روانشناسا مثلا میایم صحبت میکنیم میگیم آقا شما اگر که بیخواب هستی طبق قانون روانشناسی شما باید بین 6 تا 8 ساعت در روز خواب داشته باشی. آقا کنکور یه چیز غیر منطقیه، پس در نتیجه روند زندگی ما هم یه چیز غیر منطقیه. یعنی توی این 1 سال من خیلی چیزها رو نباید رعایت کنم، یه سری عاداتی که داشتم الان به سبک در واقع استایل زندگیم نمیخوره. خب بعد چیکار کنم؟ میگیم 6 تا 8 ساعت عرفشه، نرمشه. حالا 11 شب تا 7 صبح، آقا حالا 12 تا 6 بخواب. از اون ور اصطلاحا بهش میگن چرت عمیق. شما یه چرت عمیقش روزانه هم داشته باشی بین 45 دقیقه تا 1 ساعت، ظهر هم 45 در مجموع میشه 7 ساعت. پس یه خواب 5 6 ساعته شب داشته باش، یه 45 دقیقه تا 1 ساعت هم ظهر داشته باش، این میشه نرمالش. حالا اگه 4 ساعت خوابیدی به خدا هیچ چیز نمیشه. یعنی یه وقتایی لازمه آدم این اتفاق براش بیفته، یه وقتایی مجبوری به خاطر فشار کاری اتفاق بیفته. حالا میام یه گام جلوتر، میگیم برای بیخوابیه خیلی حساسیت نشون ندید. ببین ما یه چیزایی داریم به اسم بیخوابی، کمخوابی، پرخوابی، بدخوابی، سطحی خوابی. اینا همشون عواملی هست که اگر که شما روتین بکنی تایم خوابتو همش با هم دیگه از بین میره. یکی از عواملش هم همون بود. خب چی شد؟ خب بعدی در رابطه با راه حل تغذیه نامناسبه. بچه ها مواد قندی، فست فود ها، کربوهیدرات ها، اینا باید به صورت کامل محو بشه از صحنه روزگار. چی به جاش بیاد؟ به جاش باید عرض به خدمتون پروتئین ها، مغز ها،
اومگا 3 6 9 که این کپسولاش هست که اینا کمکتون میکنه. ببینم قرصای منیزیم، دانه های روغنی، سبزیجات، همه اینا باعث میشن که به مرور زمان برنامه غذایی. حالا یه چیز باحال بهت بگم، ما توی این کلاس تقریبا دو سه هفته آینده در واقع کارشناس تغذیه داریم، مربی بدنساز داریم، نمیدونم برای مشاغل مختلف نمیایم پاور درست کنیم، آدمشو میاریم، بانکدار داریم، حسابدار داریم، پزشک داریم، همه چی داریم. یعنی هر دفعه یه مهمان برنامه در حد یه رو از تایم ما رو در واقع بهش اختصاص میدیم. حتی دارم یه برنامه ریزی میکنم که همینجا ورزش هم با هم دیگه بکنیم، یه سری حرکات کششی که انشالله از اون مه مغزیتون خارج بشید. خیلی خوب، چقدر کار خفنی این کار، اگه بشه میشه. خب دارم برنامه‌ریزیشو میکنم. ما همین پشت صحنه‌مون بچه‌ها تو بک استیجمون یه مش آدم در رشته‌های مختلف متخصص خفن داریم، از دونه دونه‌شون من بخوام استفاده کنم کلی اطلاعاتتون اضافه میشه و این کارو قطعاً خواهم کرد، قطعاً خواهم کرد. بریم سراغ راه حل استرس. بچه‌ها استرس زیاد میگه عامل تمام بیماری هاست. آقای محمد مهدی گفته آخه نمیدونم چرا اگه من یکم کم بخوابم تا شب سرم از درد میترکه و تا آخر شب حوصله هیچی رو ندارم. میدونی چرا؟ میدونی چرا؟ به خاطر اینکه زمانی که همچی اتفاقی میفته شما به صورت مقطعی داری این کارو میکنی. عزیز من، تغییر کردن در زندگی سخته. بذار یه چیز خفن بهت بگم، یه چیز خفن. اینجا رو داشته باش، اینجا بیا، اینجا ببین فاصله بین تغییر کردن آدم ها و منطقی فکر کردن آدم ها، فاصله بین تغییر کردن آدم ها و منطقی فکر کردن یا عاقلانه فکر کردن آدم ها فقط یک نخیه به اسم جسارت. تو اگر جسارت اینو داری، ببین ما بعضی وقتا فرار رو به جلو میکنیم. به نظر من عاقلانه نیست با این وضعیت مالی خانوادم به خارج از کشور فکر کنم. به نظر من عاقلانه نیستش که من الان با این وضعیت تحصیلی بخوام به پزشکی فکر کنم. به نظر من عاقلانه نیستش که من الان بخوام مثلا به یه زندگی رویایی فکر کنم، چون سطح خانوادم خیلی پایین بوده. داری فرار رو به جلو میکنی، داری فرار میکنی. ولی اگر جسارت تغییر کردن اون بنده رو داشته باشی، تو قابلیت تغییر کردن رو داری. حالا این که یه خوابه، به مرور زمان یه هفته، ده روز، دو هفته اگر تو این برنامه رو تکرار بکنی تبدیل به عادتهای درست میشه توی زندگیت. عادتهای درست میشه ترکوندن و بعد بیس و پایه موفقیت رو برای خودت ایجاد کردن. دم شما گرم. خیلی خب، میریم سراغ بعدی. راه حل کم تحرکی. آقا میگه برای کم تحرکی باید ورزش کنیم. ورزش باعث میشه هورمون دوپامین در مغز ما ترشح بشه. هورمون دوپامین در مغز ما هورمون استرس هم داریم ها، که حالا یک سری روانشناسا بهش میگن هورمون شادی آور، که حالا یه سری بهش میگن اکسیتوسین، یه سری بهش میگن اکسیتوسین. ولی در هر صورت ما تو تد که نگاه میکنیم روانشناسا بهش میگن اکسیتوسین. هورمون اکسیتوسین باعث میشه که چه اتفاقی براتون بیفته؟ هورمون اکسیتوسین باعث میشه که شما تپش قلبت بره بالا، هیجانت، جریان خونت، همه اینا بره بالا و منفجر کنی. نه استرس، هیجانتو میبره بالا، چون رفتی توی مسیری قرار گرفتی، داری رقابت میکنی برای بهترین شدن خودت. حالا میخوام اینو بهت بگم، این استرس هم که میگید مون، دارم میگم نه استرس نمونده بچه ها، استرس هم راجعش صحبت میکنیم. ببین میخوام اینجا اینو بهت بگم، میگه برای کم تحرکیت، برای اینکه دوپامین در مغز شما ترشح بشه و نشاط آور باشه، حالتون رو خوب بکنه، نیاز داره ورزش بکنی. آها، حتما لازم نیست بیای بری 200 میلیون تومان تردمیل بخری، نمیدونم دوچرخه ثابت بخری، باید تو فلان باشگاه حتما برم تمرین بکنم. پیاده روی هم بهش میگیم ورزش کردن. پیاده روی کردن هم ورزش کردنه. خیلی راحت بگیرید دو چرخ سواری، پیاده روی، یه والیبال، یه بدمینتون، یه چیز اینجوری، اصلا یه توپ بندازید علیکی تو حیات دور خودتون بچرخید، تمومه، حله. خب پس حتما بچه ها در حد یک ساعت، دو ساعت در هفته حتما ورزش تو برنامه، شبی نیم ساعت پیاده روی، صبح که از خواب بلند میشید یه 10 دقیقه 20 دقیقه حرکات کششی از خودتون انجام بدید، از خودتون در کنید،
حرکات کششی. حالا روشاشو میان بهتون اینجا میگن که اصولی این کارو انجام بدید. حالا دیگه شانس ماست دیگه، این هم شانس ماست. چه اتفاقی میفته؟ شما مثلا شروع میکنید حرکات کششی، همون روز اول گردن میگیره میگه ای بابا اینم شد مشاور، الان یه هفته از گیریم ما. نه، اینا رو بهتون رو اصول میگن، ولی در یه حدی که بتونید ریکاوری کنید خودتونو، خیلی براتون عالی هم خواهد بود. ای میادا میریم سراغ بعدی، راه حلای کم تحرکی. پس تحرک باعث میشه که دوپامین ترشح بشه. بچه ها اختلالات هورمونی کاری ندارم، به تیروئید برمیگرده، نمیدونم به خسته سندروم خستگی های مزمن رو داریم که به دلیل کم بودن منیزیم در بدن شماست، به دلیل کم بودن آهن در بدن شماست. خواهش میکنم احساس کردید کسلید، کرختید، هر اتفاق اینجوری هست، حتما برید پیش پزشک. حالا اونی که هیچ مشکلی نداره، ما با پزشک عمومی که صحبت میکنیم میگه نوروبیون استفاده کنه، هفته یک بار آمپول نوروبیون بزنه. حالا بچه ها استاد درد داره، خب من دیگه چیکار کنم دیگه، دردت بجونم، من کاری نمیتونم بکنم. ولی در هر صورت شما با پزشکتون به پزشک مراجعه کنید و هر اتفاقی که قرار بیفته بهتون بگه، نسخه بده و شما استفاده کنید تا حالتون خوب بشه و کمبودای بدنتون جبران بشه. خستگی مزمن یه سندرومیه که یه مشکلی داریم اون وسط از لحاظ فیزیکالی و اونو برطرفش میکنه، یا آزمایش خون دیدی یا آزمایش دیدی برطرف میشه مشکل. خب بریم سراغ بعدی. و اما میریم سراغ بحث اصلیمون. تازه امروز میخوایم راجع به انگیزه خیلی صحبت کنیم. بچه‌ها راجع به انگیزه حرف زیاده، میگیم انگیزه برای مطالعه کردن مثل سوخت برای اتومبیل میمونه. میدونی چی میگم؟ مثل سوخت برای اتومبیل میمونه. خب انگیزه در مرحله اول، بچه‌ها 5 نکته بهت اول میگم که این 5 نکته میگه که چه اتفاقایی میفته که تو انگیزه نداری. بعد میام 15 نکته بهت میگم که اگر اونا رو رعایت بکنی تو منفجر میکنی. دونه دونه مینویسیم، توضیح یعنی دونه دونه هست، توضیح میدم روشون. میریم سراغ آیتم بعدی. خب آیتم اول میگه که اولی میگه چی؟ میگه که دائما به دنبال بهانه برای مطالعه نکردنن. زمانی که 2 برای کنکورش طرف وقت داره، میگه آقای خدنگ حالا وقت داریم. زمانی که 1 برای کنکورش وقت داره، میگه دیگه وقتی ندارم. ما نفهمیدی آخر تو وقت زیاد داری یا وقت نداری. ببین این به خاطر اینه که بهونه داری میاری برای مطالعه نکردن. به هر حال یه جای زمین کجه دیگه. خب و شما یه بهونه ای رو برای خودت ایجاد میکنی. زمان کمه، بچه کوچیک داریم، مامان با ما هم دعوا میکنه. من اگر کتاب خونه برم میترکونم، من اگر با دوستم بشینم درس بخونم میگه که بابا ولمون کن. شما بهونه داری میاری چون انگیزه نداری برای رسیدن به هدفت. خب میدونید که ما هممون یه آرزوهایی تو ذهنمون داریم، به خاطر همین در لحظه اول از بچه‌ها میپرسم عزیزای دل من هدفتون چیه؟ یکی میگه پزشکی، پیراشکی، داروسازی، دندونپزشکی، فلان، این مهندسی برق شریف، مهندسی مکانیک مزار شریف، نمیدونم هر کی یه چیز بس خودش میگه. بعد اینا آرزوهاتونه، آیا آدمش هستی که تا لحظه آخر تمام انرژی تو بیاری وسط، انگیزه داشته باشی، اعتماد به نفسشی داشته باشی و استرس رو بذاری کنار، بگو من دارم برای آینده خودم تلاش میکنم، پس همه خودم رو خرج میکنم تا به اونی که میخوام برسم انشالله. دومی، نمیتواند بشیند درس را تمام کند و بعد برود سراغ بعدی. نیم ساعت میخونه خسته میشه، 20 دقیقه میخونه خسته میشه، بلند میشه از اتاق میره بیرون، در یخچال باز میکنه، در یخچال باز میکنه، دارو بینده میره تو اتاق، دارو میاد 10 دقیقه در یخ، بابا این یخچال چیزی توش نیست، خب برم دستشویی. پس حالا که تو یخچال چیزی نیست برم دستشویی، میره دستشویی، خوش نگاه میکنه، قیافه رو فلان، دارو برمیگرده میاد بیرون. چه یعنی همه کار میکنه که اون درسی که باید انجام بشه انجام نشه. این میشه بی انگیزه بودن یه نفر. گام بعدی، به موضوعی که مطالعه میکنه علاقه ندارد. آها من اصلا فیزیک دوست ندارم، من علوم فنون دوست ندارم، من خلاقیت های تصویر نمایشی در رشته هنر دوست ندارم، من زیست دوست ندارم. خب اصلا یه چیز جالب بگم الان بهتون، آقا کسی اصلا نظر شما رو نپرسیده، اصلا کسی نظر ما رو نپرسیده. کنکور یه منوی ثابتی داره که 8 درس 9 درس توشه، میگن آقا اگر اینا رو تونستی درصد خوب بزنی میری تو رشته خوب، اگر نزدی نمیری. حال تو میگی من اینو دوست ندارم، هر جور راحتی. باید دوست داری، باید باشه. چرا؟ چون اینا ابزاری هستن برای رسیدن ما به هدفمون. زیست و ریاضی و فیزیک و شیمی و دینی و نمیدونم اینا، خب همشون ابزاری هستن برای رسیدن ما به موفقیتمون. اوکی
میریم سراغ بعدی. میگه دائم حواس پرتی دارد. حالا حواس پرتی عوامل درونی و بیرونی داره، عوامل محیطی و محاطی داره. عوامل محاطیش مثل سر و صدا کردن، نمیدونم مهمون اومدن، چه میدونم، حالا چیزهای مختلف، بسیار اینستاگرام، تلگرام، دنیای مجازی، برم یه سرچ کنم، برم اینو ببینم. آقا الان همه جاها کلاس گذاشتن، باشه، من اصلا کاری ندارم به این قضیه، دمشون گرم، همه دارن زحمت بکشن، ولی وقتی با یکی ارتباط برقرار کردی دیگه تمومش کنید دیگه، دیگه برو کلاسش ثبت نام کن ادامه بده. مگه ما عادل فردوسی پوریم که راجع به همه نظر بدیم؟ نه، این خوب نیست، اون خوبه، این کجه، اون کلاست، اون فلانه، ول کنید. یا بیا از یه مشاور استفاده کن، مشاور یه هفته دو هفته باهات کار کنه، بگه آقا تم تو به فلان دبیر میخوره، شما با فلان دبیر نتیجه میگیری، دیگه خودت بخوای هر دقیقه این دبیر، اون دبیر، این مشاور، اون مشاور، این آنلاین، اون آنلاین، نمیرسید، ول کن، عصبی میشید، بعد میگی چرا استرس دارین؟ چون کار اضافه انجام میدین، کارهای اضافتون رو تعطیل کنید. خب عوامل درونی هم حتما لازم نیست کار زشتی انجام بدید. بعضیا رو دیدی یا مثلا میری از تو اتاقش، از کنار اتاقش رد میشی، حالا ما که پانسیون داریم هستیم توی مثلا مشاوره، مثلا دانشامون اینجوریه، میرم مثلا یه دور برنامه بچه‌ها میذارم، برمیگردم دور دانشجو هم اینجوریه، داره یعنی طوری به ترک دیوار خیره شده که اصلا یعنی من نمیدونم اون کسی که اونجا رو ساخته اینقدر روش فکر نکرده، به هیچ هم در اون لحظه فکر نمی‌کنه. همون مه مغزی است که دارم بهت میگم، اون مه مغزی‌ها رو از خودتون بگیرید. عوامل درونی، من این احساسات بد نکنه قبول نشم، اینو هر چی میخونم نمیفهمم، 10 بار میخونم، 20 بار میخونم، 40 بار میخونم، شاید یه چیزی رو خیلی راحت بفهمم، یه چیزی رو 50 بار لازم باشه بخونم تا بفهمم. کنکور یعنی همین. گفتن که اگر بعد از درس ورزش کنیم بازم تاثیر داره. بچه‌ها ورزش در هر حالی تاثیر داره، ورزش در هر حالی تاثیر داره. شما شب برو پیاده روی یا اول صبح انجام بده. خیلی خوب، ما باید سریع‌تر بریم جلو بچه‌ها، ببخشید. بعدی، خیلی زود خسته میشن، کوتاه مدت، بلند مدت. مثلا یکی میاد پیش من میگه آقای خدنگ، میگم خب چرا اینقدر امتحانتو خراب کردی؟ میگه که من قول میدم تا هفته آینده خودمو برسم، شما هفته بعد یه امتحان دیگه از من بگیر. میگه اگر نتیجت خوب نشد دیگه باهات کار نمیکنم و خدافظی میکنیم و کات بلاک. بعد میگه که باشه، من همه انرژیمو میذارم، همه تلاشمو میکنم، فلان میکنم، میشم میکنم، میره هفته بعد میترکونه 80% میزنه، دوباره هفته بعد بالش میخوابه. چرا؟ به خاطر اینکه خستگی هاشون به دلیل عدم داشتن انگیزه است. تموم شد. میریم سراغ نکات مربوط به افزایش انگیزه. حالا رفتیم سراغ 15 تا. بریم سراغ اولیش. خب حالا تا حالا اون 5 تا رو گفتم، حالا رفت سراغ 15 تاش. آقا اولی چی میخواد بگه؟ افراد برای اینکه بخوان انگیزه را از بین ببرند، باید خود را با دیگران مقایسه کنند. فارسیش چی میشه؟ خودتو با دیگران مقایسه نکن، خودت را با دیگران مقایسه نکن. حالا این دوتا چون به هم دیگه ربط داره، من این دوتا رو پشت هم میارم، بعد شروع میکنم راجع جفتش توضیح دادم. میگه با دوستانتان برنامه‌ریزی کنید و به صورت گروهی رقابت کنید. آقای خیلی مشکلی داری؟ یه دقیقه میگی مقایسه نکن، بعد میگی فلان کن، چی میگی اصلا؟ آقا مقایسه کردن با رقابت کردن هیچ ربطی به همدیگه ندارن. مقایسه کردن و رقابت کردن هیچ ربطی به همدیگر ندارن. مقایسه کردن یعنی تو دائما خودتو نسبت به همه آدم‌ها نفر دوم میبینی، همش یکی از تو بهتره، همش احساس عدم خودباوری داری، همش اعصابت خرابه. اه نگاه کن با اون قیافه کجش چقدر مثلا درسش خوبه، کانالش رو نگاه کن، وضعیتش رو نگاه کن، بعد ما هرچی میخونیم ایش نتیجه، همش داریم به اون بهتره نگاه میکنی، اعصاب و روانمون رو به هم میریزیم. بعد میریم سراغ رقابته. میگم رقابت کردن با مقایسه کردن خیلی فرق داره. رقابت کردن یعنی جنگیدن، یعنی تلاش کردن برای یک شدن، برای بهترین خودم شدن. این که بخوام مقایسه کنم، همش میخوام بگم این از من بهتره، اون از من بهتره. آقا من از اول تایم این ماسک تو دستم، هیچ کسی چی نمیگه. این از من بهتره، اون از من بهتره، این اونجوریه، اون اونجوریه. ولی رقابت اینجوری نیست. رقابت سالم یعنی شما در کنار هم دیگه قرار میگیرید و تمام انرژی تو میذاری که تو هم عالی باشی، اون هم عالیه.
خودتو با خودت مقایسه میکنی، هی ضعفاتو برطرف میکنی، هیجان رسیدن به موفقیتو در خودتون بیشتر میکنی. آفرین. پس این خیلی مهم بود، مقایسه نکنید. آها من راجع به مقایسه یه چیزی بهتون بگم. یه اینجا یک بازیگر آمریکایی داریم به اسم آقای متیو هی. خب این آقای متیو هی میگه که هیچ وقت صحنه زندگی دیگران رو با پشت صحنه زندگی خودتون مقایسه نکنید. هیچگاه صحنه زندگی دیگران رو یا افراد موفق رو با پشت صحنه زندگی خودتون مقایسه نکنید. اون آدم ها، آقا کریستیانو رونالدو چه اینجوریه؟ لولاندو. آقای علی دایی چرا اینجوریه؟ آقای فلانی چرا اینجوریه؟ اون چرا، بیل گیتس چرا اینجوریه؟ حالا بیل گیتس گفتم میام راجعش صحبتی هم میکنم. اینا چرا این مدلی هن؟ بذار یه نکته بهت بگم. نکته اصلی اینجاست، اینا در بدترین شرایط ممکن، برو زندگی نامه هاشون رو بخون، در بدترین شرایط ممکن سختی کشیدن تا تغییر کردن. و ما نباید ویترین زندگی اینا رو ببینیم و بعد بگیم که ابا با دمشون گرم، کاش من هم مثل این بودم. چی میشد حالا مثلا ما جای این بودیم؟ خب تو هم میتونی جاش باشی، تو میتونی جای خودت باشی. میگن در زندگیتون انقدر دنبال قهرمانان نباشید، بلکه خود یک قهرمان باشید. از یک آقای بیل گیتس هم معمولا صحبت بکنه اینجوری میگه. آقای بیل گیتس میگه که هیچ وقت با مقایسه کردن خودتون با دیگران خود را تحقیر نکنید. آقای بودا، میگم آقای بودا، بودا میفرمایند، بله نه خود بودا میفرمایند در ببین هیچ مقیاسی بین شب و روز و ماه و خورشید وجود ندارد. ماه در شب میتابد و خورشید در روز میدرخشد. ما آدم ها مثل اثر انگشت هستیم، هر کدوممون متفاوت. پس مقایسه کردن اصلا اشتباهه. از بیل گیتس گفتم، از بازیگر گفتم، از بودا گفتم که برم بعدی، همه اینا رو گفتم که برم بعدی. خیلی خوب، حالا میریم سراغ بعدی. آقا بعدی میگه چی؟ پس آها ببین اینجا میگه رقابت یعنی قدرت، مقایسه یعنی ضعف، مقایسه کردن یعنی ضعف. خب بریم بعدی. باز رفت بعدی. شماره 3 میگه چی؟ میگه که هرگاه احساس خستگی در مطالعه داشتید خودتان را آب و جارو کنید. میگه هرگاه احساس خستگی، آقا بعضی ها رو دیدم رفتن توی یه زندان روزی مثلا 14 ساعت داره درس میخونه، یارو میاد پیش من اصلا حالش خرابه. بعد بهش میگم چته؟ تو 14 ساعت چی چرا اینجوری؟ آقا جون من قرار نیست ما دیوونه بازی در بیاریم، چمونه؟ ما باید تفریح کنیم. شما احساس خستگی وقتی میکنی میگه خودتو آب و جارو کن. روانشناسیش یعنی چی؟ وقتی میگه خودتو آب و جارو کن یعنی اینکه اگه خسته شدی یه 5 دقیقه 10 دقیقه به خودت استراحت بده، یه کولینگ بریک به خودت بده، مغزت داغ کرده. وقتی مغزت داغ میکنه برو یه کاری که دوست داری رو توی 3 4 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه انجام بده. یه چایی که دوست داری، یه قهوه که دوست داری رو بخور، یه چیزی که حال میکنی، یه پادکست گوش کن، یه موزیکی که دوست داری رو گوش کن، یه کاری بکن که حالت خوب بشه دوباره برگردی. استاد 5 دقیقه کمه. نه دیگه لوس نشید دیگه، 5 دقیقه تایم بذار، برو یه دور خنک شو دوباره برگرد. انشالله که این کار از تایمش خارج نمی کنید. شماره 4 میگه دائما به مقصد و رسیدن به آن فکر نکنید، از مسیر لذت ببرید. مسیر جزئی از سفر است. بچه ها اینجا رو داشته باشین. ما بچه بودیم، شما که لاکچریم، ما بچه بودیم، بابامون یه پیکان داشت، 11 نفر می نشستیم تو این پیکانه، از تهران می رفتیم آبادان. ما هم چون بچه بودیم، کوچیک بودیم، می انداختن اونو عقب بین دوتا باند، یعنی تا اونجا میرسیدیم این سره بانده یک کلمون این شکلی شده بود. ولی ما زمانی که میرسیدیم به مقصد میگفتیم چی؟ یه جمله میگفتیم خیلی باحال بود. میدونی چه جمله رو میگفتیم؟ رسیدیم و رسیدیم، کاشکی نمیرسیدیم، تو راه بودیم، خوش بودیم، سوار لاک‌پشت بودیم. اینو میگفتیم. چقدر الان که بزرگ شدم درسشو خوندم میگم چه جمله میگفتیم. این یعنی در لحظه استفاده کردن از زندگی.
یعنی اینکه شما همش به نتیجه فکر نکن، از لحظه استفاده کن. پیاده می شدیم تو راه بازی، آن 11 نفر توی ماشین پیاده می شدیم تو راه بازی می کردیم، غذا می خوردیم، فلکس چایمون رو پر می کردیم، نمی دونم، ولی انقدر حالمون خوب بود از لحظه داشتیم استفاده می کردیم، به سختی مسیر فکر نمی کردیم، اذیت نبودیم، حالمون خوب بود. همش دارید به ته قضیه فکر میکنید، اگر این بشه چی میشه، اگر اون بشه چی میشه. خب نه، اینجوری نباید باشه. رسیدیم و رسیدیم، کاشکی نمی رسیدیم. 5. تعیین هدف قبل از شروع مطالعه. تعیین هدف قبل از شروع مطالعه یعنی چی؟ بین کتاب ها گم نشوید. خب بین کتاب ها گم نشوید بچه ها، میگه تعیین هدف کن قبل از اینکه شروع کنی مطالعه. آقا من خونه میرم بیرون، بعد میرم تو خیابون، اصلا نمیدونم برای چی رفتم، این من نگاه میکنم، اون من نگاه میکنم، دوتا مغازه نگاه میکنم، خب اصلا رفتم بیرون از خونه که چیکار کنم، بعد میگم دارو میام تو خونه، دفعه بعدی دیگه نمیرم، دفعه بعدی دیگه نمیرم. شما هم همینی، میری سراغ درسه، انگیزه رو نداری، اصلا برنامه‌ای نداری، هدفی نداری برای اینکه بری سر این درسه که چیکار کنی. تو برنامه من بوده شیمی بخونم، خب الان شیمی رو باز کردم، میخوام برم بشینم بخونم، چون هدفی پشتشی سخت بهم میگذره، گذر زمان طولانی میشه، حالم بد میشه، دفعه بعدی دیگه سراغش نمیرم. پس هدفتو مشخص کن که بدونی چیکار باید بکنی. و اینجا یه مثال زدم، گفتم بین کتاب ها گم نشوید. بچه ها بین کتاب ها گم نشوید یعنی چی؟ میرم نگاه میکنم کتاب خونم رو، یا روی زمین رو نگاه میکنم، میرم 30 تا کتاب بانک تست آقای آرامفر، آقای شاهینزاد، آقای براتی، آقای خسروی منش، نمیدونم آقای امین الرایا، آقای تاجیک، همه کتاب ها ریخته کف زمین. خب من الان چیکار کنم؟ الان کدومو بخونم؟ نمیدونم لیموشو و هلوشو، نمیدونم چیکار کنم. آخر قاطی میکنم میگم همشو بخونم، به هم میریزم، اعصابم به هم میریزه، روانم به هم میریزه. به خاطر همین میگم اول مشخص کن چی میخوای، کدوم کتاب میخوای، کدوم بانک تست میخوای، بعد شروع کن برو جلو. خب ششمی میگه بعد از مشخص شدن هدف، فعالیتتون رو متصل کنید به هدفتون. یه مثال برات میزنم. فرض بگیر به شما میگن که الان میخوای بری جزیره زیبای کیش و در اونجا 20 میلیارد تومان میخوام به شما پول بدم، به اضافه یک خونه، یه خونه ویلای و یه ماشین فوق‌العاده. خب ولی اجازه نداری با هواپیما بری، باید با ماشین بری تا اونجا. به من نصف اینم پیشنهاد بدم، پا برهنه میرم. میخوام بهت بگم توی اون مسیری که دارم میرم، من نه خستگی حالیمه، اصلا فکر نمی کنم بهش، چون فقط دارم به اون جایزه فکر میکنم، به اون اتفاقی که میخواد بیفته و خوبه فکر میکنم. فهمیدی چی میخوام بهت بگم؟ میخوام بهت بگم که زمانی که فعالیت هاتون رو به اهدافتون وصل میکنید، شما خستگی ناپذیر خواهید شد، گام به گام میری جلو و یه اتفاق بهتر برات میفته. خب چون میخوای بری به اون هدفت برسی، پس اهدافتو دائما برای خودت تکرار کن. میگم بزن به دیوار، دانشگاهی که دوست داری و بزن به دیوار، اینو فلان کن، خوبه، بد نیست، ولی کلن این که در درون خودت با خودت کنار بیای، این خیلی مهمتره. لبخند میاد روی لبت، حال دلت خوب میشه، این خیلی مهمه. خیلی خوب، میریم سراغ بعدی. چی شد؟ خب بریم سراغ بعدی. 7 میگه روی انتخاباتون حساس باشید. انتخابای بهتر، انگیزه بیشتر. میدید چی میخواد بگه؟ میگه روی انتخاباتون حساس باشید. آقا روی انتخاباتون حساس باشید، ما در روز بین 200 تا 1000 انتخاب میکنه ذهن ما. این کارو کنم، اون کارو کنم، اینجا برم، اونجا نرم، اینو ببینم، اونو نبینم، به این پیام بدم، پیام ندم، فلانی جوابشو بدم، جوابشو ندم. میدونی روزانه بین 200 تا 1000 انتخاب میکنیم. حالا هرچی انتخابات منطقی تر، اتفاق و انگیزه بهتره بعد بیفته. آقا فلانی به زنگ میزنه بیا بریم بیرون غذا بخوریم، من درس دارم. قول مراد زنگ میزنه آقا بیا بریم بیرون غذا بخوریم، میگه باشه بیا بریم بیرون غذا بخوریم، میریم بیرون غذا میخوریم، برمیگردیم چه اتفاقی برامون میفته؟ من از برنامه عقب افتادم، ولی دوست من اومده با من بیرون، خوشگذرونیشو کرده، انگیزه و هدفی هم برای زندگیش نداشته، منم گول اونو خوردم، رفتم باهاش بیرون، یا حالا هر چی وقت تلف کردم و این اتفاق برام افتاد. انتخاب درستی داشته باشی که پس فردا اتفاق بدی براتون نیفته. بعدی 8، اهداف کوتاه مدت داشته باشی تا حس رسیدن بهتون دست بده.
مثلا میخوای بری کوه، مثلا میخوای بری کوه، کوه چند تا ایسکا داره. ایسکای اولش که رسیدی میگی خب خسته شدم، پاهم درد گرفت، عضلاتم درد گرفت، ولی رسیدیم ایسکا اولا. من اصلا فکرش هم نمیکردم ایسکا اول برسیم. حالا اقدام میکنی برای رفتن به سمت ایسکای دوم، میگی رفتیم ها، میدی تا یه 4-5 ایسکا رو میری بالا، اصلا فکرش رو نمیکردی از اولش. از همون لحظه اول اگه به ایسکای پنجم فکر میکردی ترک میخوردی. آقا میدی چی میخوام بهت بگم؟ میخوام بهت بگم که اگر من از همون لحظه اول بالاترین هدفم فکر کنم چه اتفاقی برام میفته؟ آقا من بیام اینا رو خوردشون کنم، بیام خورد کنم، اهداف بزرگم رو به اهداف کوچکتر تقسیم کنم و بعد زنجیروار بگیرم و برم به اون بزرگه برسم. گرفتی چی شد؟ اهدافتون رو خورد کنین. اگر من قراره پزشک بشم باید رتبه خوبی بیارم، اگه قرار رتبه خوبی بیارم باید درصد خوبی بزنم، باید ترکیب عمومی و اختصاصیم درست باشه. ترکیب عمومی و اختصاصیم درست باشه یعنی باید کلاس درست برم، نکته و تست درست برم، تست زیاد بزنم، وقت زیاد بذارم، دوره و تکرار زیاد داشته باشم. و اولین هدفم یعنی که امروزم رو درست طی کنم. این میشه نتیجه اول. آقا رفتیم جلوی. خب نه، ساخت روتین یا عادت‌های مثبت. من اگر برنامه ریزی روتینی داشته باشم، پارادایم مطالعاتی درستی داشته باشم، من میتونم یه نتیجه فوق‌العاده بگیرم. روتینش کن، بشه برنامه‌ت که هفته صبح بیدار شی. مثل این دوستمون که میگفتش که من مثلا یه روز که از خواب بلند میشم خستم، فلانم، اینجوریم، اونجوریم. وقتی که همچین اتفاقی میفته باید چه کنم؟ من میگم این انرژی رو برگردون، ریکاوری کن خودتو. خب حالا ببین که من هر روز هفته صبح شروع کنم به درس خوندن، تا 8 تا 9 تا 10 استراحت، نماز، نهار، استراحت، میریم سراغ بقیه برنامه تا بعد از ظهر و اون ساعت مطالعاتیمو شکل میدم. پس برنامه‌تون رو بچه‌ها به عادت تبدیل کنید. خیلی خوب، میریم سراغ گام بعدی، شماره 10. بچه‌ها میگه شماره 10 به اون میگه تفریح کنید. راجع به تفریح صحبت کردم، حتما ما زندانی نیستیم. توی برنامه تفریح کنید ها، نه وقت تلف کنید برید بشید با دوستتون چت کنید 4 ساعت این چشتون بزنه بیرون. اینجوری نباشه ها. بعد تفریح کردن، یه رستورانی برید، یه کافی شاپی برید، یه پارکی برید، یه کاری بکنید که یه ذره حالتون خوب بشه. آقا آخر هفته یه 2 ساعت وقت بذارید خونه یه عزیزی که دوست دارید برید، پدر بزرگتون، مادر بزرگتون، نمیدونم عمه، خاله، دایی، برید بیرون، برید رستوران، برید مغازه، برید یه کار اینجوری بکنید حالتون خوب بشه. بعدی میگه شناخت محرک‌های مثبت و منفی. آقا محرک منفی یعنی چی؟ مثال میزنم، تا جایی که میتونید، من به عنوان داداش بزرگترتون، تا جای از اخبار فاصله بگیرید، از آدم‌های منفی فاصله بگیرید. آقا از صبح بلند میشیم دلار شد اینقدر، طلا شد اینقدر، پراید شد اینقدر، نمیدونم کووید 19 اینقدر کشت، اینقدر تو بیمارستانن، بیمارستانا جا نداره، واکسن نرسیده. اصلا تو به درز نیم ساعت روانی میشی، میای بیرون دلت میخواد اولین نفری که دیدی با کلت بکشیش. اخبار منفی رو بریز بیرون، آدم‌های منفی هم بریز بیرون. آدم منفی منظورم چیه؟ طرف اومده میگه اگه اینقدر نخونین از چی نمیگیری ها؟ اگه کلاس بعد این با اون درگیر میشه، اون با این درگیر میشه، نمیدونم اون میگه که بابا فلانی رو میشناختی اون دفعه، نمیدونم اونجا دیدیمش، روزی 18 ساعت درس میخوندی چی نشد؟ خنگ بوده یا مسیرش رو درست انتخاب نکرده بوده. تو میتونی آدم منفی ها رو بهشون بگو نه، خدافظ، بای بای. آدم مثبت ها رو بیار تو زندگی، یا اتفاقات مثبت رو بیار تو زندگی. سلام، اتفاق مثبت، یه پادکست گوش کن، انرژی خوب داشته باش، به چیز خوب فکر کن، به اینکه اگر رفتی دانشگاه چه اتفاقی میفته. حتی بیا برو دانشگاه، بیا برو اون دانشگاهی که دوست داری از نزدیک ببین، برو ببین سردرشو، حالتو خوب میکنه، انرژیتو میبره رو هزار، میتره کنی. این کار حتما انجام بدید. خب میریم وارد بعدی میشیم. بعدی چیه؟ میگه به خودتون هدیه بدید. بچه‌ها گیفت دادن به خودتون یکی از بهترین کارهایی که میتونید تو زندگیتون انجام بدید. حتما لازم نیست برید برای خودتون نمیدونم آیفون 12 پرو مکس بخرید، بعد وقتی هم نمیتونیم بخریم افسردگی حاد بگیریم ها. یا مثلا بریم نمیدونم PS5، من خیلی دوست دارم بخونم PS5 هدیه بدم. آه نمیتونیم دیگه. من خیلی دوست دارم برای خودم ماشین. آه نمیتونیم دیگه. من دوست دارم تختم عوض کنم. یه گل سر، یه نمیدونم چه میدونم، یه لباسی که دوست داری، ساده سبک، یه نوشیدنی، یه غذایی که دوست داری، یه چیزی که دوست داری به خود هدیه بده. این حالتو خوب میکنه. حتما لازم نیست بگید 150 شاخه گل رز،
دو شاخه نبات نمیدونم فلان از این فضا بر خانواده برای پدرت مادر تحت فشارن، تحت فشار اقتصادی هن، سخت داره میگذره بهشون، یه شاخه گل بهشون بده حالشون رو خوب کن، بگو برید حالشو ببرید که منو دارید. تمام. خب بریم سراغ شماره 13. تمرکز موجب افزایش انگیزه می شود. حالا راجع به تمرکز یه جلسه کامل صحبت خواهیم کرد، ولی کلا تمرکز حواس، این که این مغز شماست، این مغز شما باید دائما، این ذهن شماست، درگیر چیزی نشه، چون وقتی درگیر میشه هی یه تیکش میپره و باعث میشه شما از همه ذهنتون برای رسیدن به موفقیتتون استفاده نکنید. از تکنیک 5 دقیقه استفاده کنید. آقا من ریخت این قلمراد متنفرم، من از این درس اصلا متنفرم. میگه یه 5 دقیقه وقت بذار، میگه یه 5 دقیقه وقت بذار این درس رو شروع کن بخوندن. درس رو وقتی شروع میکنی بخوندن چه اتفاقی برات میفته؟ کم کم شروع میکنی باهاش ارتباط برقرار کردن. پس زمانی که شروع میکنیم یه درسی رو میخونیم یا با نمیدونم یه کلاسی میخوایم ارتباط بگیریم یا یه کاری میخوایم بکنیم، میدونیم این اتفاق خوبه و باید انجام بشه، قابل حذف نیست. پس یه 5 دقیقه اولش از سخت بگذره، ولی کم کم درست خواهد شد. میریم سراغ بعدی، یادگیری های روش مطالعه و کوچینگ مطالعه. ببینید بچه ها، یادگیری های روش مطالعه یا کوچینگ مطالعه، یه چیزی از اینجا نمیشه کوچینگ مطالعه، ولی خب کوچینگ دیگه. کوچینگ مطالعه چیه؟ اینکه چه درسی رو کی بخونی، چقدر بخونی، یه برنامه ساده نداشته باشی، برنامه شخصی باشه، به امتحانات سعی کنی برسی، درساتو برسی دوره کنی، هفتگی برنامه‌تو شارژ کنی، از این چه میدونم از پشتیبان و اینا استفاده. ببینید یکی از خوبیایی که کار ما داره، من تعداد دانش آموز زیادی نمیتونم داشته باشم متاسفانه. چرا؟ مثلا تو آنلاین آکادمی میتونم ماکسیمم 80 تا 100 تا شاگرد داشته باشم. اگه کسی اومد گفت آقای خرنگ تو آنلاین آکادمی 1500 تا شاگرد داره، بده دروغ میگه. چرا؟ چون من فقط چون من خودم فقط خودم با دانش آموزم در ارتباطم. ایکس و ایگرگ و زد و پشتیبان فلان و پشتیبان فلان رو نمیذارم. خودم به دانش آموز برنامه میدم، خودم باهاش تماس میگیرم، کارکرد شبانه‌تون رو خودم چک میکنم. پس کوچینگ مطالعه کردن یعنی در مسیر موفقیت کنکور در کنارت بودن. و اینکه ببینید بچه‌ها، یه چیزی یادتون باشه، خانم پردیس پرسیده که میشه بگید کدوم منابع برای رشته ادبیات، برای رشته ادبیات خوبه؟ منظورش شاید درس ادبیاته. برای درس ادبیات خوبه. ببینید در حالت کلی تمام این منابع رو من بهتون میگم، اینا که کاری نداره، اینا رو یه ورق میزه درد یه خط من میتونم بهتون بگم. بذار اول بیسا رو یاد بگیری پردیس خانم و تمام دوستانی که مثل پردیس هستیم. این که منابعمون چی باشه، آزمون چی شرکت کنیم، اینا کاری نداره، اینا رو همه میدونن. منم بهتون خیلی پکیج شده بهتون میگم که چیکار کنید، کدوم کتاب بگید، کدوم تستو بذارید، چیکار کنید، چیکار نکنید. اینا رو فعلا درگیرش نشید، فعلا تکلیفتو با خودت و درون خودت مشخص کن. به محضی که اوکی بودی، گفتی قدرت دارم برای جنگیدن، میگم بسم الله بیا وسط و منم اون چیزی که لازمه رو بهتون میگم. اصلا نگران اینا نباشید. بالاخره بعد از این همه سال میدونم کی چیکار میکنه، کی چقدر بلده، چقدر بلد نیست. بالاخره تو تمام جاهایی که فکرشو بکنید، با هر استادی که بگید، به هر حال استارت کار من تو بهترین آموزشگاه تهران بود، البته در کنار دکتر آرامفر و آقای شاهین‌زاد. خب ماها هممون با هم دیگه استارت کارمون، من البته جوانتر از اونام، سال 81-82 استارت کار من از آموزشگاه هدف بوده. خب دیگه من مشاور اونجا بودم 14-15 سال و عرض به خدمتتون که الان اصلا دلیل نداره اکثر شهرستانا مدارس خوب نمیدونم اسم آوردن و آقا رتبه برتر، بچه ها رتبه برتر آوردن مهم نیست. مگه میشه من توی یه جای خوب کار کنم رتبه برتر نیارم؟ اصلا دانش آموزه خوب مگه میشه رتبه برتر نشه؟ اینا که هنر نیستن. من 18 تا رتبه برتر داشتم، سال 80 تا رتبه نمیدونم منفی 1 داشتم، یه سری رتبه 0 داشتم. ول کنید بچه‌ها این حرفا رو، اینا بحثای بیزینسیه، اینا بحثای بیزینسی مونه. تو اینستاگرام که بخوایم بگیم ما خفنیم، ول کن. من میگم مهم اینه که تو به ظرف خودت برسی. به ظرف خودت رسیدن یعنی چی؟ یه سری آدما ظرفشون رتبه 10000ه، یه سری آدما ظرفشون 5000ه، یه سری آدما ظرفشون 1ه. ما دانش آموز داشتیم تو 5 ما رتبه شده 1 چی رتبه شده 3 ببخشید، دانش آموز داشتیم تو 3 سال 4 سال رتبهش بالا زیر 5000 نیومد. خب
همه کارم کرد. میخوام چی به دانش آموز باشید تو فقیرترین جای ممکن، تو سختترین شرایط ممکن، در روستاهای ایران شهر، شو رتبه سه من، رتبه دو منطقه سه هفته کشوری برق شریف، همون دانش آموز، همون سال آدم داشتی میلیارد هزینه کرده رفته کلاس خصوصی گرفته جلسه 5 میلیون 6 میلیون هیچی نشد، 80 هزار 90 هزار شده. این به تو برمیگرده. اگه من دارم انرژی میذارم پای بیس این قضیه، اگه من دارم انرژی میذارم که اول شما از درون خودتون رو تقویت کنید، به خاطر اینکه وقتی تو آماده باشی برای جنگیدن دیگه اون موقع من میگم و تو میری جلو، موتور روشن پرقدرت میریم جلو، بزنیم بترکونیم. در رابطه با بچه با هزینه مشاوره شخصی و این چیزا هم، هزینه مشاوره هم ما مشاورامون همه شخصیه، هفته یه بار اینجا کلاس گروهی داریم، بقیه مشاورامون شخصیه در طول هفته، و اونو از آنلاین آکادمی میتونید بپرسید، تخت سیاه از بچه های پشتیبانی میتونید اینا رو بپرسید. مرسی پردیس جان. نکته بعدی در رابطه با نکته بعدی نداریم، ولی چون وقت داریم الان خیلی خوبه که میتونیم بریم بعدی ها بررسی کنیم، من فکرم نمیرسیم. بچه ها یه چیزی داریم به اسم عادت‌های تا هفته میگه؟ باش. یه چیزی داریم به اسم عادت‌های اتمی. عادت‌های اتمیمون چی میگه؟ بچه ها در رابطه با عادت‌های اتمی میگه خیلی هامون همیشه سعی کردیم عادت‌هایی را در زندگیمون ایجاد کنیم، اما شکست خوردیم. از فردا دیگه مثلا طرف یاد دیگه من فردا صبح دیگه هفته صبح بیدار میشم، آقا من فردا میخوام برم باشگاه. خود من هرچی تو همه قسمت های زندگی منظمم، تو بحث ورزش کردن شاید من بیشتر از همه این من فکر کنم بیشتر از آقای رامین مولایی هم من باشگاه ثبت نام کردم ولی نرفتم، یعنی همیشه ثبت نام کردم ولی نرفتم، باید به آقای مولایی بگم که بیاد منو با خوش ببره باشگاه. حالا در هر صورت میخوام اینو بهت بگم، این افتخار نیست ولی خیلی دوست داشتم، یعنی من ورزشکار بودم تا 20 سالگی، بعدش یهو دیگه اینقدر فشار کار و درس و اینا زیاد شد که دیگه کلا نرسیدم، ولی اینقدر در روز تحرک دارم که اندازه 10 تا ورزشکاره. در هر صورت میخوام بگم که چه کار باید بکنیم. از فردا صبح دیگه شروع می‌کنم درس می‌خونم آقای خدنگ، به خدا از فردا صبح دیگه درس می‌خونم، به خدا دیگه از فردا صبح هفته صبح بیدار میشم. آقای خدنگ من با خودم یه تصمیم می‌گرفتم، نه میگم تصمیم چیه، که دیگه شبا زود بخوابم. دوباره نگاه میکنم ببینی ساعت 3 شب آنلاینه. خب ببین یه خیلی تصمیم ها میگیریم، خیلی از اول ما دقیقا با برنامه پیش برم، از شنبه ورزش کردن شروع کنم، از فردا دیگه هفته صبح درس بخونم، بعد میام جلو میگم که خیلی خوب باشه، همه اینا مثال، اینا عاداته. حالا عادات اتمی چیه بچا؟ این بحث مشاوره ای روانشناسی فوق العاده است، گوش کن، یعنی شگفت انگیزه، حالتو خوب میکنه. بذار بریم جلو. آقا ماجراهای پرخوری قلمرات، قلمرات چیه؟ ما یه دوستی داریم به اسم قلمرات. قلمرات داستانش چیه؟ این آدم بسیار موفق، دکتر مملکت، نمیدونم وضعیت اوکی، یارو 200 کیلوه، دوست ما 200 کیلوه، 100 بار تا حالا با خودش تصمیم گرفته لاغر کنه نتونسته. چه اتفاقی افتاده؟ میگیم هر عادتی رو اگر بخوایم در خودمون ایجاد بکنیم، اگر بخوایم آن رو از بین ببریم یا در خود ایجاد کنیم، بعد این چهار جزء رو رعایت کنیم. چهار جزء رو من میارم، بعد شروع کنم روش توضیح دادم. اولی میگه چی؟ میگه نشانه. ما باید نشانه‌ش رو داشته باشیم. دومی اشتیاقه. سومی عمله و چهارمی پاداشه. من باید یه نشانه‌هایی درش داشته باشم. حالا میام مثالش رو برات میزنم. میگه آقا من اگر بخوام این چهار تا عادت رو از بین ببرم یا ایجاد بکنم، من اول نشانش اینه که هوس یه غذای خوشمزه میکنم، بعدش میگم خب حالا اشتیاق پیدا میکنم، به فکر خوردن غذای میفتم، میگم حالا چی بخورم، مثلا قرمه سبزی، گردن، چنجه، فلان، چی بخورم، گشتم شد. بعدی میگه وارد عمل میشیم، میگه حالا یارو شروع میکنه به غذا خوردن، اشتیاق ایجاد شد، حالا شروع میکنه به غذا خوردن و در مرحله پاداشش میگه لذت بردم از این غذایی که خوردم، اصلا حالشو بردیم. میگه من اول هوس کردم، نشانش ایجاد شد، بعد اشتیاق در من ایجاد شد، بعد غذا رو خوردم، یعنی عمل کردم و در نهایت به پاداش رسیدم. نشانه، اشتیاق، عمل و پاداش، چهار رکن کسی که میخواد تغییر در خودش ایجاد کنه. و اما عادت کنید. ببینید بچه ها
عادت‌های بسیار کوچکی که به اندازه اتم هستن، عادت‌های خوب، کارهای خوب، اتفاقات خوب، ریز ریز وارد زندگیتون کنید و عادت‌های بد، اتفاقات بد، تصمیم‌گیری‌های اشتباه رو ریز ریز از زندگیتون خارج کنید. آروم آروم عادت‌های اتمی رو وارد کنید که به اندازه یه اتمه ولی اتفاق خوبیه، ولی قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شوند. خب اگر به صورت مستمر انجام بشوند نتایج بزرگی را به همراه خواهند داشت. بچه ها، من راجع به تمام بحثمون صحبت کرده، هر چیزی که لازم بود گفته در رابطه با انگیزش. بعد از این هر جلسه همون در رابطه با کارگاه تکنیکال داریم، در رابطه با تحلیل آزمون، خلاصه برداری، تمرکز حواس، سرعت عمل در تستنی، نمیدون همه چی و اون آدم با حالا که قراره بیان توی سیستممون، اینا قراره یه انرژی خوب باشه و یه کار باحال انجام بدیم که بشیم بهترین اتفاقی که قرار بوده امسال از لحاظ مشاوره برای شماها رقم بخوره. خیلی خوب، امیدوارم که کلاس براتون مفید بوده باشه. فقط بچه‌هایی که ثبت نامشون رو قطعی بکنن انشالله با امید خدا از روز شنبه برنامه‌ریزی فردیشون، تماس‌های تصویریمون، پیگیریامون استارت می‌خوره. شماره‌هاشون رو بعد از طریق آنلاین آکادمی به من بدن که ما توی واتساپ پیاممون رو شروع کنیم و استارتمون رو بزنیم. فقط لطفاً این کار رو سریع‌تر انجام بدهید و در نهایت من همیشه یه جمله‌ای دارم، میگم حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند کل مفتونن یعاتبون، یعنی هر فریب خورده ای رو ما نمیتونیم سرزنش کنیم. شاید یک بار بر سر یه اتفاق یکی فریب خورد، ولی اگر بار دوم این اتفاق افتاد و تو تصمیم اشتباه گرفتی و اتفاق بعدی رقم خورد، مقصرش فقط خود ما هستیم. اولین بار سرزنش نداره، ولی وقتی که داری میبینی که یه اتفاق خوب میتونه بر رقم بخوره، به شرطی که انرژیشو داشته باشی، انشالله به امید خدا منفجر خواهیم کرد در کنار هم دیگه. و جمله آخرم برای اینکه حال دلتون خوب باشه، جمله همیشگی فاد خدنگ، برای اینکه حال دلتون خوب باشه خودت و خدات همین کافیه. روزگارتون فیروزه‌ای و عصر پنجشنبه‌تون بخیر.